وقتی که شما در یک رابطه ای هستید، میبینید که طرف توجهی به شما نمیکنه، ارزش براتون قائل نیست، وقت نمیذاره، بهتون زنگ نمیزنه، پیام نمیده، استوریاتون نمیبینه، پستاتون رو لایک نمیکنه، بلافاصله به خودتون نسبت ندید که آره من جذاب و دوست داشتنی نیستم، من ارزشمند نیستم، من ارتباط برقرار کردم بلد نیستم، اعتماد به نفسم پایینه. نه، ممکنه 100% مشکل از اون فرد باشه یا 50% تو باشه، 50% اون باشه. نظریه تو این زمینه داریم تحت عنوان نظریه اسناب. نظریه اسناب میگه که ما شکست هامون به عوامل درونی نسبت میدیم. مثلا میگه من به فرض توانایی ندارم، اعتماد به نفسم ضعیفه، هوشم پایینه، و موفقیت هامون به عوامل بیرونی نسبت میدیم. مثلا میگیم که شانس یارم کرد، فلانی کمکم کرد، دعای فلانی بود. روانشناسا میگن که شما بیایید موفقیت هاتون رو به عوامل درونی نسبت بدید، بگید آره استعداد من بود، توانایی من بود، قدرت من بود، هوش و استعداد من بود که من تونستم موفق بشم، و شکست هاتون رو به عوامل بیرونی نسبت بدید. اما بهترین نسبتی که شما میتونید بدید اینه که به تلاشتون نسبت بدید، بگید که من تلاش کافی نکردم، اگر علم بیشتری به دست بیارم، مهارت بیشتری به دست بیارم، فلان دوره آموزشی رو ببینم، میتونم این رابطه رو خیلی خوب مدیریت کنم.